يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یه بحثی داریم ما، 17 نشانه عاقل در قرآن کریم و با کمال عذرخواهی 17 نشانه برای دیوانه، که دیوانه کیه، عاقل کیه، باز در آیات قرآنه. دو تا 17 تا آیه است. اینم یه بحث. یه بحث دیگه داریم در مورد سیر و سلوک، چگونه از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم و بهره معنوی ببریم که مناسبت با ماه مبارک رمضان هم داشته باشه. اولین مطلبی که در کلمه رمضان هست اینه که چرا رمضان رو رمضان میگوین. بعضیا میگن رمضان از رمزه گرفته شده و رمزه یکی از بیابانهای سوزان حجازه که اگر کسی در اون بیابان داغ بیفته بدنش تفتیده میشه، بدنش لاغر میشه. اون داغی رو جسم او اثر میگذاره، گوشتش آب میشه چون زجر میکشه. و رمضان رو رمضان میگن به خاطر این که در این امساک و روزه انسان لاغر میشه، تنش رو باید به زحمت بسپاره، تن خودش رو باید به گرسنگی بکشه، به تشنگی، به تحمل سختی ها عادت بده. بعضی ها میگن رمضان از رمضه گرفته شده. من آروم آروم میگم که حواس جمع بشه بریم سراغ اصل مطلب. رمضان به معنای آب شدن گناهانه، چون در ماه مبارک رمضان مؤمن عبادت میکنه با تلاوت قرآنش، با عمل به اوامر الهی، با ترک نواهی الهی تمام گناهان خودش رو ذوب میکنه. به خاطر این میگن رمضان. بعضی میگن رمضان از رمضه گرفته شده. رمضه به معنای سپر در برابر آتش قهر خدا. کسایی که روزه میگیرن یه سپر دارن بر خودشون درست میکنن که در روز قیامت با این ماه مبارک رمضان به برکت این امساک
اجازه ندن آتش جهنم بر اونها اثر بگذاره. این سه نکته. بنده یه برداشت سلیقه‌ای کردم، هر کی خواست این برداشت رو جایی بگه باید اینجوری بگه. و قال الدانشمند علیه السلام، که من فکر میکنم رمضان یک کلمه پنج حرفی است که میشه پنج قدم در قصه سیر و سلوک رو ازش استخراج کرد. پنج واژه است که اوایلش رو انتخاب کردن به هم چسبوندن، شده رمضان. این مطلب رو بنده به یکی از اساتیدم ارائه دادم، فرمودن به یک شرط اجازه داری اینجوری برای مردم بگی که اولش بگید که وقال دانشمند علیه السلام. فکر نکنن حدیث تفسیره، یه برداشت ذوقی منبریه برای اینکه مطالب رو آدم بتونه در ذهن مستمعش به گونه ای بگنجونه که یادشون نره، قشنگه، بد نیست. ولی نه حدیث، نه کلام کلام علما و اساتید اخلاقی. این مال خودم، هر کی میپسنده خدا خیرش، هر کی نمیپسنده بی خود نمیپسنده. آخه حرف قشنگیه، برای چی نمیپسندی؟ حالا ببین من توضیح میدم، شما ببینید آیا این حرفایی که ما میزنیم خلاف اون چی در روایات احادیثه. اگر کلمه رمضان رو ما وسط این حسینیه کربلایی های مشهد قرار بدیم و با عینک های متفاوت به این واژه زیبا زیبا نگاه کنیم، یکی از برداشتهایی که میشه بکنی اینه که راه رمضان به معنای رهایی از قیود نفسانی است. یه سری از کارهایی که ما باید تو ما مبارک رمضان بکنیم اینه که شیطان به کجای ما زنجیر بسته است، زنجیر باید پاره بکنی، قیود رو باید از بین ببری، خود تو باید آزاد کنی. چطور وقتی آدم مریض جسمی میشه پیش دکتر میره، اولین سوالی که دکتر از آدم میکنه اینه چتونه؟ آقا ببخشید من قلبم درد میکنه. تا میگی من قلبم درد میکنه دیگه تو گوشتو نگاه نمیکنه، کاری با چشت نداره، کاری با استخونای بدنت نداره، کاری با پوستت نداره، نگاه به دندونات نمیکنه. وقتی دست گذاشتی رو مرض، دکتر متخصص رو همونجا که آدرس میدی کار میکنه، نسخه هم تو همون زمین است، دارو هم مال همی درده. دکترها میگن بدترین درد میدونید چیه؟ اینه که انسان به قول ما اصفهانی ها به درد چه کنم چه کنم دوچار بشه، که ما میگیم چمچمال. دکتر میگه چته؟ میگه نمیدون. آخه چه مرگیت؟ نمیدونم. حالا یه ذره توضیح بده. میگه نمیدونم چمه، نمیتونم بخوابم، نمیتونم بشینم، نمیتونم راه برم، نمیدونم چمه. سرت درد میکنه؟ آره سرم هم گاهی درد میکنه. بدنت میلرزه؟ آره بدنم هم میلرزه. قلبت چطور؟ گاهی قلبم هم تیر میکشه. دستم هم میتونه، پام هم میتونه. این دکتر مادر مرده وقتی میبینه مریضش هم خودش نمیدونه چشه، یه را بیشتر نداره، او رو بیاد چکاپ کنه از موی سر تا نوک پا. من روب نمیشه بگم جوونا، خیلی همون تو این قصه دوچار همین درد چکنم چکنمی. فقط من میدونم بدم،
فقط میدونم آغشته به گناهم، فقط میدونم هی توبه شکنی میکنم، فقط میدونم اگه 10 تا مارم از اونم بیاد و بره پس گناهان من بر نمیاد، فقط اینو میدونم. شبا احیا خوب گریه میکنم، 2 کیلو بخوای اشک میریزم، اما آخر ما مبارک رمضان شطور دیدی؟ ندیدی. بعضی اینجوری میگن دیگه، میگن آقا میایم پا منبر شما حال میکنیم، گریه میکنیم، توبه میکنیم، یا میبینی پا فلان دعا، فلان سخنرانی، فلان مدداهی به اوج میرسیم، فردا صبح که میریم دانشگاه چشمون به یه دختر که میفته التماس دعا، تو بازار که میریم دوباره چشمون به یه زن که میفته اصلا قاطی میکنیم، هنگ میکنه مخمون، هیم یقه خودمونو میگیریم یه خجالت بکش، تو دیشب حرفاتو زدی، پس کجا رفت توبه ها؟ پس چی شد گریه ها؟ نمیدونم چمه، مشکلم گوشمه، مشکلم چشممه، مشکلم قلبمه، دستمه، پامه، کجا مشکلم؟ اینه میگن درده، چه کنم؟ قرآن کریم میفرماد پیغمبر اکرم رو نازل کردیم، ارسال کردیم، از میخوام کتاب قرآن رو بر قلب او انزال کردیم، او رو ارسال کردیم که 5 تا کار بکنه، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیه. تمام خوشگلا و قشنگی ها رو نشونتون بده، تمام زشتی ها و پستی ها رو نشونتون بده، تمام طیبات رو بهتون معرفی کنه، تمام خبائث و نجاسات رو بهتون معرفی کنه، امرتون کنه به خوبیا، نهیتون کنه به بدیا، حلال بشه طیبات، حرومش کنه خبائث رو. پنجمین کار اینه، این زنجیری که به خودتون وصل کردید رو پاره کنه. این زنجیرها کدوم زنجیر است؟ ما گرفتار کدوم زنجیر شدیم؟ 3-4 مدل این زنجیرها رو من معرفی میکنم، هر کی گرفتارش التماس دعا سوهان بهش میدم با اره آهن بر ببره. این زنجیرها زنجیراییه که دست باف انسان نیست، شیطونه درست کرد، خدا لعنت کنه این شیطونه. آمین بگید، نترسید، بعدش نمیاد. آها، شما چی شاگردای خوبی هستید، به استادتون میخواین لعن نکنید ها؟ شما مثل من میمونی؟ آخه یکی بنده خدای رفت بود مکه، 7 تا به خونه شیطون 7 تا سعی میزنن دیگه، 3 تا 7 تاست. هی وقت میگفت یکیشو نشونه گرفتم بزنم به خونه شیطون، یه صدای ناله ای از خانه شیطان بلند شد، خوب گوش دادم دیدم شیطون است، میگه تو دیگه چرا؟ بنده من تو دیگه چرا؟ غلام من تو دیگه چرا؟ شاگرد من تو دیگه چرا؟ حالا که مد شده همه سنگ میزنن تو بیماره بعدم سنگ میزنی؟ صبح که چشات رو وا میکنی تا شب که میبندی همش در اختیار منی؟ حالا که همه فحش میدن تو هم فحش میدی؟ خدایا محبت شیطون از دل ما بیرون بیار. آمین. خدایا به این رفیقای امشب ما توفیق بده آمیناشون رو بلند بگن. آمین. خدایا به حق این علی ابن موسر رضا دشمنی شیطان رو به ما تفهیم کن. آمین. آدم بفهمه این دوست نیست، شیطونه. شیطون چیه؟ 6000 سال آخوند ملائکه بوده، حافظ قرآنه، حافظ کل احادیثه، تورات رو میدونه، انجیل رو میدونه، صحف ابراهیم رو میدونه، زبور رو میدونه، اوستا رو خونده است، روانشناس، جامعه شناس، میترسم توضیح بدم بیشتر مریدش بشید، همه رو میشناسه،
دقیق هم عمل میکنن، مثل ما هم فله عمل نمیکنه و کیلویی دقیق یه ثانیه شو حروم نمیکنه. رو کسایی که سرمایه گذاری میکنه باید سرمایه گذاری کنه، وقتش رو تلف نمیکنه. او کسی که داره به طرف جهنم میره هلش نمیره، اونی که نشست دست و میگه نمیخوام برم جهنم، خودش میاد بچه‌هاش هم میفرسته به عناوین مختلف تحریکشون میکنه برن. این اقلال رو، قل و زنجیرها رو این نامرد درست میکنه. خدا بیامرزه مرحوم کافی رو، خدا رحمت کنه این خطیب شهیر را، خدا بیامرزه این سخنور شهید را، خدا بیامرزه این زرنگ عالم رو که در سن 42 سالگی از دنیا رفت، ولی در این عمر کمش خدا فقط میدونه چقدر عرق خور و توبه داد، خدا فقط میدونه چقدر بی حجاب رو با حجاب کرد، خدا فقط میداند این چقدر به درد امام زمانش خورد. خیلی زرنگ بود عاشق احمد. الان تو ما خونده و حوزه‌های علمیه بگردی آدم زرنگ کم گیرت میاد، طلبه زرنگ دیگه کمه، نمیگم نیست، کمه. تمام عمرش رو گذاشت برای تبلیغ دین. من تو این شهرستان‌ها و استان‌ها که میرم تو کشور سخنرانی، خب غالب مهدیه‌هایی که ایشون کلنگ زده و جلساتی که ایشون میرفته تا زنده است، من میرم با آقازاده‌ش. کسایی که به من رجوع میکنن و خودشون اعتراف میکنن که من با نوار کافی آدم شدم، من با نگاه کافی آدم شدم، من با سخن او با امام زمان آشنا شدم، خدا میدونه چقدر آدمم. آدم حسودیش میشه، چقدر آدم میتونه به درد اربابش بخوره. خدا بیامرزدش. یکی از حرفاش این بود، میگفت شیطون بچه که نی، وقتی میاد من آخوند و گول بزنه نمیاد یه حرف بزنه که من به ریشش بخندم بگم برو خجالت بکش بچه جان، به من که نمیدی برو دزدی کن از دیوار خونه مردم برو بالا، آخه من با این هیکل 150 کیلویم از این پلا زوری میام بالا، چه تو هم میتونم از دیوار مردم برم بالا؟ به من نمیگه برو دزدی کن، به من نمیگه برو عرق بخور، به من نمیگه برو شراب بخور، به من نمیگه برو نمیدونم زنا بکن و گناه بکن، نه، به من یه پیشنهادی میده که از زنا و لواط و دزدی و آدم کشی هر چی که تو بگی بدتره، و اون اینه. میگه دانشمند وقتی نشستی رو منبرا برای اینکه مریدات کم نشن حرف خدا را شل بزن یا نزن. چیکار داری جوانان ترانه گوش میکنن؟ به تو چه که دوست دختر دارن؟ بچه گیر میدی به چادرشون؟ چرا گیر میدی به کوکولاشون؟ هوا یه جوری منبر برو کمه بگن به عجب آخوند روشن فکریه دمش کن، این خیلی درست میگه. یه جوری بگو دوره چلوغ بشه، یه جوری منبر نرو که امام زمان خوشش بیاد، یه طوری منبر برو که دعوتت کنن. یعنی آخونده روشن فکریه، میگه مانتو هم حجابه، اینجوری منبر برو. حالا یه ذره کوکولم گذاشتی تو وریدی، اینجوری بگو که دخترها بهت رأی بدن، زنا دوست بدارن، خوششون بیاد. یعنی فقط ما این آخوندو قبول داریم که محرم و نامحرم حالیش نیست، میگه اینا همه قدیمیه، اینا همه تهجرانه است، اینا همه امولیه، آخوند با همه محرمه. اینجوری بگو به خوششون بیاد. اما اگر بند کردی گفتی آیه 30 سوره مبارکه نور رو بخوانید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، میشی امول. دانشمند حیف تو به وعده تو نگیرن، خیلی بد میشه مشهد بری منبر کسی نیاد پا تا پا به وقتت نزن.
حلال خدا رو نگو، کاری با حرامایی که مردم بهش عادت کردن نداشته باش. چیکار داری به مردم اینقدر گیر میدی؟ بذار مردم راحت باشن، بذار برن تو عقد عروسی ها مطرب بیارن، بذار محرم و نامحرم قاطی باشه، تو هم برو باشون کیفتو بکن، پولا رو میگی. شما سوال میکنم ازتون، اینجور منبر رفتن از زنا و قتل و آدم کشی بدتر نیست جرمش؟ یکی از اون زنجیراست. شما میشی زنجیر من. من برای این که تو خوشت بیاد حلال خدا رو نگم، میشی زنجیر من. تو محرم از اون رو دمش نفکر کنه ما چه چیزی پای ما رو بسته است نمیگذاره عروج کنیم. کجا پاتون رو بسته است؟ به کجا گیرید؟ گاهی یه پرده به قول شما مشهدی ها، به قول ما اصفهانی ها، یک تبلیغ بنری، یک پارچه ای بزنن، سخنرانی استاد خطیب توانا حضرت حجت الاسلام کیک، این پرده وسط خیابان، این میشه غیر نفسانی و قل و زنجیر من بدبخت. گاهی وقتا همین پرده ای منو جهنمی میکنه. تو محرم از اونو من باید ببینم بنده چیم، دلمو خوش چی کردم، دلمو خوش چی کردم. گاهی همین جمعیت باعث من جهنمی بشه. نمیدونی تو دل ما چیه. شما سخنران نیستید جوونا، قربونتون برم، خیلی اینجا که من نشستم خطرناکه، خیلی خطرناکه. خیلی ها همین جایی که من نشستن چپه شدن، بیدین شدن، جهنمی شدن، حلال خدا را نگفتن، حرام خدا را نگفتن. منبلی بابادش اومد بیرون، نیومد. خیلی جای خطرناکیه، خدا باید رحم کنه. گاهی وقتا هم قربون امام حسین برم، امام حسین حال آدم رو میگیره. دیدید فرشو میتکونن ها، دیدین این دزن روی بلندی با چوب میزنن روی این خاکاش بیاد، ای قربون این ارباب برن، گای دو تا چوب میزنه تو گرده آدم، یه تکونی بخوره این خاکا بیریزه. دیدی پتو رو میتکونی آشکالاش میره. امام حسین گای وقتا هم گوش آدم میچلونه اگه تکیده بشه، که اگه پامنبرید نمیشناسندت، خودت نمیشناسی. من این خاطر رو گفتم امشب، امشب اولیه میگم، این راه رمضان خیلی مهمه، زنجیر شناسی خیلی مهمه. به عقیده من زنجیر شناسی چون مقدمه زنجیر پاره کردن مهمتر از اونه. آدم بدونه بند کجاست. یکی از قیود نفسانی اینه. من نگفتم که بخندی، گفتم که بفهمی. از دکترا نگفتم، از مهندسا نگفتم، از معلما نگفتم، از بازاریا نگفتم، از خلبانها نگفتم، از مردم کوچه بازار نگفتم، از خودم دارم میگم. این همه جمعیت داره به من میخنده، اما امشب پا منبر من بخندی بهتر از اینه که روز قیامت به ریش من بخندی. من خودم دارم برات میگم که خودتو بشناسی. یکی از قیود نفسانی اینه، عادت کنی موعظه کنی، وقت نکنی عمل کنی. عادت کنی بگی. همه میگن به به خیلی خوشگل منبر میره، اما خوشگل کی عمل میکنه؟ اتأمرون الناس بالبر و تتلون الکتاب و تنسون انفسکم افلا تعقلون. آی کسانی که مردم رو به خوبی ها امر می کنین، آیات خدا رو برا مردم تلاوت می کنین،
اما خودتونو فراموش میکنید. آیا عقل ندارید؟ عقل ندارید که منی که دارم میگم زودتر از مستمعم مستحق عمل کردنه و اون چیز که خودم میگم؟ عقل نداری آ شیخ؟ چرا علی علی شد؟ بر این که فرمود به اون خدایی که جان علی در ید قدرت اوست، مردم قسم میخورم شما رو به هر خوبی که عمل کردم قبل از این که به شما بگم خودم عمل کردم. علی به خاطر ای علی محبوب خداست. مردم هر چیزی که به شما گفتم نکنید قبل از این که به شما نهی کنم خودم ترک کردم. قیود نفسانی کجات مشکل داره؟ زنجیر به کجا افتاده؟ خودمونی بگم مشهدیان مستمعین محترم، شیطون کجای بدنه لونه کرده؟ تو گوشه؟ تو چشه؟ مغزه؟ زبانه؟ شهوته؟ شکمه؟ دسته؟ پاهات؟ ارادت؟ کجا لونه کرده؟ کجا به زنجیر کشیده؟ این مارم از اونیه زنجیر شناسی کن و زنجیر پاره. اما بهش ناس نکنه یه وقت بدبختر از او کسی باشیم که زنجیر شیطون بهش بسته است. آخه بدبختر از اینم هست، شاگرد شیخ انصاری شب خواب دید یه مردی یه سری تناب رو دوششه داره میکشه عرقم میریزه. گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطونم. گفت این تنابا چیه؟ گفت من با این تنابا میریزم گردن مردم از خدا جدا به طرف جهنم نزدیکشون میکنم. یک تناب بود از اون تنابای کلفت زخیم. گفت این تناب مال کیه؟ گفت این تناب مال اوستاته. گفت اوستام؟ گفت شیخ انصاری. گفت اوستای من کیلو کنن 30 کیلو نی فوتش کنی میفته این تناب این گندگی. گفت اوستاتو جسم شما کاری نداریم، یک ارادهی داره پدر منو در آورده، همین تنابم پاره کرد و در رفت. گفتم اون تناب مال کیه؟ گفت مال فلانی. او یکی مالی که مالی او یکی مالی که او یکی او یکی او یکی. گفت ببخشید تنابو تموشو تناب ما کجاست؟ گفت تو تناب نداری که؟ تو بدون تناب دنبال من میای؟ گای از منم جلو میزنه. من امشب میخوام یه چیزی بگم که آخونده تالا نگفتن. همه ما آخونده میگیم دنبال شیطون نرید، من میگم دنبال شیطون برید اما بی تناب نرید. یه جو تقوا برای خودت درست کن جوان که شیطون حداقل یه عرقی بریزه با تو رو ببره رود حساب کنه، بگی این از اوناش نیست که با یه چشمک بیاد، این از اوناش نیست که با یه اسمس بیاد، این از اوناش نیست که با یه نگاه تمومه. نه 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 نه، اینو باید یه دختر عمه ای رو ببریمش تحریکش کنیم تا این رجب علی رو بکشونه رو پشت بام دم پردگاه، اونجا ببینیم چی کار میکنه. یکی شیخ رجب علی رجب علی شد، دختر عمه یه گیر داده بود بهش، بعدم خونه خالی و گذاشت دنبالش، اینم رفت رو پشت اون. قیدی قصه طولانی داره، من قبلا گفتم دیگه نمیشه. دم پردگاه به دختر عمش گفت دختر عمه یک قدم دیگه بیای جلو، به امام زمان خودم پرد میکنم پایین. بغل خونه شونم خونه عمه یه باغ بوده خیلی هم گود بوده. گفت ببری پایین استخونات میشتنه میمیری. گفت بمیرم بهتر از اینه که دامنم آلوده بشه. دخترم یه قدم اومد جلو، اینم گفت یا صاحب از زمان خودشو پرد کرد. خیلی حرفا، همه مقدمات گناه جوره طرف دو این زلیخا، این زلیخا گذاشته دنبال یوسف زمانش، میاد دم پردگاه میگه به امام زمان بیای خودم میندازم و خودشو انداخت پایین. اما دختر عمه که بالا پشت بون داشت پرد شدن پسر دایی رو میدید، او هم تعجب کرد، دید نرسیده به کف زمین، مثل که یکی
زیر کت و کولش یک رجب علی گرفت، اونم 20 سالش بود، رجب علی 20 ساله، زنم نداشت، خیلی هم خوشگل بود. حالا من تو هر کی نگاه میکنه 26 تومن کفاره میده، او خیلی هم قشنگ بود، خاطرها زیاد داشته هم تو پیش قوما هم تو همسایه ها، اما خودش خاطرها مهدی فاطمه بوده. ببین مهم نیست خاطرخواه ما کی باشه، هر کی میخواد باشه، مهم اینه که تو خاطرخواه کی هستی. خودش هم میگه، میگه زیر بغلم انگار یکی گرفت، همون کسی که صداش زدم، یا صاحب الزمان من نمیخوام گناه کنم، نمیخوام تو را دست بدم. میگه پاهم که خورد به زمین، هرچه خاکا خول بود ریخ بانی. از اون شب تو نمازیم که میخوندم گریه میکردم، نمیتونستم جلو اشکام بگیرم، تا میگفتم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، تمام سلوله بدنم به من میگفت صراط الذین انعمت علیهم. بعدی میگفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، با تمام وجود میچشیدم این ضالین یعنی چی، مغضوب علیهم کیان، درک میکردم، میفهمیدم. شد شیخ رجبه به هیچ کس نگاه نمی کنه، اما همه رو میشناسه، به هیچ کس نگاه نمی کنه ولی فردای همه رو میدونه، به هیچ کس نگاه نمی کنه ولی ریشه های انحرافات رو میفهمه، همه رو میشناسه. مثلا تا این اندازه، تا این اندازه که ترم میگه رفته بودم خونه شیخ رجب علی دعا توسل بود، یه بابایی بود ارتشی بود ریشاشو زده بود، آخه هر کی ریشاشو میزنه، حالا به خصوص اون موقع چون تو ارتش باید ریشا رو میزدن، طرف نمیخواست بزنه، شمخلش بوده بچاره گیر کرد، ما هم که عقلمون تو چشمونه دیگه، گفت اینش از اون جلو ما، شیخ رجب علی هم پشت سر ما، گفت هم تو که تو تاریک توریکیا داشت میگفت یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، داشت گریه میکرد، اون ارتشی ریش تراشیده ها، گفت دلم رفت تو ریشاش، تو دلم گفتم وارو بابا ریشا دا میتراش اینجا یا وجیهن میگی همین، گفت یه مش خوابون شیخ رجب علی تو پهلو من، تو گوش من گفت چیکار به ریشاش داری، دعا تو بخون. کار به اینجا میرسه که فکر آدم رو میخونه. ولی مردم من به این امام رضا شیخ رجب علی رو ندیدم، چون 60-70 سال پیش مرده است، ولی دو سه تا شیخ رجب علی عصر خودمون رو دیدم، یعنی این که دارم برات میگم و لمس کردم، فکر خونی رو دیدم که میگم، یعنی خدا نصیبم کرده دو سه تا از این آدم ها رو دیدم، میگم به این امام رضا جوونی رو من توی امامزاده دیدم، اوستاش پشت سرش بود، نه اوستاشو میشناختم نه خودشو، فقط یه لحظه آخه من جوان زیاد دیدم، زیاد چند سال معلم بودم من، اصلا با جوانا سر و کار دارم، جوان زیاد دیدم، این نمونه رو ندیده بودم، درستم فهمیده بودم ها، یعنی زده بودم تو خال، یه لحظه رفت تو ذهنم که این چیه، این مثل عیسی ابن مریم، اینقدر نورانی، چقدر خوشگله، اومد از کنار ما رد شد، استادش پیره بردی بود، من کفشامو خلاصه از کفشداری گرفتم گذاشتم پایین، دیدم دوباره چی کفشامو برداشت، گفتم آقا سلام علیکم کجا میخوای بری؟ گفتم من باید برم، گفت بریم تو، خیلی هم شلوغ نبود امامزاده، کرمان، توی یک دهات کرمان امامزاده ای بود، من وقت کرمان برم اونجا میرم، امامزاده خیلی جالبی، گفت بیم تو، گفتم نه این راننده ما بنده خدا این کرمانیه معطل ماست، بعد برم بیا تو، دنبال اسم میگشتی؟ اسم کی؟ اسم این جوانه که رفت، گفتم یعنی چی؟ گفت تو ذهنت دنبال این میگشتی که این مثل کیه؟ گفتم آره آره، حالا حالیم نیست، این کجا میدونه؟ گفت این عیسی ابن مریم زمان ماست،
میخوای بهت بگم کارش به کجا رسیده؟ گفتم به کجا؟ گفت سرشو که رو مور میگذاره میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، ذکر مهر و سجادشو میشنوه. من خونده بودم که شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی میمد تو مدرسه و تو باغچه مدرسه از خود بی خود میشد، نیمه های شب خاکا رو میریخ رو سر خودش، میگفت جعفر بودی جعفرت کردن، جعفر شدی شیخ جعفرت کردن، شیخ جعفر شدی کاشف الغطا شدی، ای خاک آدم تو سرت هنو آدم نشدی. خونده بودم که شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی میگفت سبوح قدوس، میگفت تمام درخت کاجای مدرسه هم با من هم صدا میشده، اما ندیده بوده. گفت قرآن خوندی؟ بودم کجا شد؟ علمای حاضر مردم نمیدونن شما خوندید. قرآن میگه و این من شیئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمیشنوید، شما نمیفهمید، تمام این عالم میگه یا الله. این جوونه میشنید مثل ما بود. ما به استاش گفتم اینا چی باش رفیق بشی؟ با یه رفیق داره کاری به من و تو نداره. گفتم منم میخوام باش رفیق بشم. گفت اگه تو هم جایی بودی، وقتی آدم یه همچین رفیقی داره نیاز به کی داره؟ گفتم رفیقش کیه؟ حالا اینه که داشت میگفت عشق میریختا، گفت این یه اتفاقی شبیه اتفاق شیخ رجب علی خیاط در موقعی که به تکلیف رسیده، اوج شهوت داره خود نمایی میکنه، بچه ها که به تکلیف میرسن تحریک رو میفهمن این حرف. میگفت اون موقع که داشت شیطون باش کشتی میگرفت، اونجا خدا دستشو گرفت. یه رفیق انتخاب کرد، همه این آشغالا رو ریخت بیرون. گفت رفیقش امام زمانه. این صبح به صبح که بیدار میشه از خونه میخواد بره بیرون، دم در، این در رو که باز میکنه پاشو تو کوچه بگذاره. حالا اینا رو من دارم بر شما میگم، قصه نمیخوام بگم، میخوام یاد بگیریم. ما هم یاد بگیریم، این خیلی مهمه که اصلا نون یه کلمه حرفشو میخوره. صبح که دروا میکنه پاشو میذاره تو کوچه، میخواد بره دنباله درسش، کارش، بحثش، میگه یا صاحب الزمان خودم رو به خودت سپردم. تو این کشور پر گناه، تو این خیابونای پر معصیت، پسر فاطمه اگه تو دست منو نگیری بیچارم. نه دلش خوشه نماز شبشه و نه دلش خوشه روز مستحب بشه و نه دلش خوشه ختم قرآنشه، دلش خوشه اینه. میگه حافظ من حجت ابن الحسنه، و هر کی هم خودشو به امام زمان بسپاره امام زمان رهاش نمیکنه. مشکلت کجاست؟ ما هم از اون 30 شب وقت داری، 30 رو وقت داری زنجیره رو بشناسی پاره کنی. حالا تا اینجا بس باشه، من این سری زنجیر باز فردا شب معرفی میکنم، ببینیم چیه. ای من زنجیر میگم نمونه های مختلف، ببینم کدوم زنجیر شبیه زنجیر های خودتونه. هر کی زنجیر خودشو پیدا کن، با یه یا زهرا پارش کن، با یه یا حسین این زنجیر رو پاره کن، با یه یا مهدی پاره کن. زود پاره میشه ها، زود پاره میشه. یا علی بگو پارهش کن، بگو علی جان تو رو به حق ما فاطمه زهرا مادر سادات قسمت بدیم، تو این زنجیر شناسی کمکمون کن، تو این زنجیر پاره کردن کن. حیف شماست جوونا امام زمان روشو برگردونه. تو رو خدا امشب برید وایسی جلو آینه، دوستتون دارم که میگم جان امام حسین، برید جلو آینه واسه یه وقت خودتو برانداز کن. حیف این چشایی که خدا به تو داده، حیف این چشا نیست تو مهدی رو باش نبینی، خدا وکیلی. حیف این گوشا نیست صدای مهدی رو نشنوی، خدا وکیلی. حیف این دستای قشنگتون نیست تو دست امام زمان نمیدونی،
حیف سینه تو نیست امام زمان سینه تو به سینه خودش بچلونه مثل علی ابن مهزیار بگه دلم برات خیلی تنگ شده بود. حیف این پاهاتون نیست، یه شب آدرس بده مهدی بیا فلانجا، میخواییم با هم نماز شب بخونیم. حیف شما نیست، حیف این قلبت نیست یه عشق مجازی کنار عشق فاطمه بگذاری. حیف این قلب خوشگلت نیست. ببین من هنو روزه نخوندم داری گریه میکنی، مالی چیه؟ مالی اینه که دلت زهراییه دیگه. آخه قلب وقتی بشکنه استاد ما دیدی ظرف ترکه میخوره، مثلا لیوان یا استکان تو چای میریزی نمیتونه نگه داره. این که شما میتونید گریه کنید بیاین، پیداست ظرفتون ترک نخورده، نشکسته است، سوراخ نیست، ناامید نشی یا فقط کثیف شده. بیا با این عشق چشمت قلبتو پاک کن، بگو مهدی جان تمیزش کردم فقط مال تو. خیر میبینی به خدا. خوش به حال اونایی که یه سر و سوری دارن با پسر فاطمه. من یه جوونی رو تو لندن دیدم، حالا که آج آقا رو تشریف بردن از انگلیس با من بردیدم ناخودآگاه یاد اون خاطره افتادم. یه جوانی رو تو همین لندن از بچه های همین مرکز آقای شیرازی نشونه من دادن، رسول اعظم، یه چند سال من اونجا منبر میرفتم تو قبرم بگذارن یادم نمیره. یه جوانی خیلی هم تو چشم نبود، جزء مثلا مسئولین حسینی هم نبود، مثل شما مستمه، رفیقاش به من میگفتن حاج آقا این عربه، بچه کربلاست، منتها به دنیا اومده یه لندنه، باباش هم با ننش هم عربی، به دنیا اومده لندن. لندن آقا تو انگلیس به هر کی هر گناهی میخواد بکنه بسم الله باز. گفتن به امام زمان قسم این جوان 24-25 ساله اگه بگیم تا حالا تعمدن به کسی به زنی نگاه کرده نکرده. تو مرکز کفر، مرکز کفر، مرکز گناه امام زمان خودش رو پیدا کرده، نماز شبش تا حالا ترک نشد. من از اون سال بعد ناخودآگاه یاد اون جوون میفتم، از خودم خجالت میکشم. بعد یه روایت دیدم تو کتاب یوم الخلاص، دیدم اصحاب امام زمان غالبشون اروپایی هست، گفتم ها نمونهشو من دیدم، مثل همون جوان است. خیلی بده شما همسایه امام رضا باشید، امام زمان پسر امام رضا تو رو برای نوکری قبول نکنه، خیلی بده. امشب سرت کج کن، هر جو دوست داری یا هر جو بلدی به مهدی فاطمه گو امام رضا اول ماه رمضونه، دلم میخواد تو این شبای ماه رمضون تو کمکم کنی، تو خودشناسی، تو زنجیر شناسی، تو زنجیر پاره کردن، تو دست منو بگیر. اللهم کن لولی حجت ابن الحسن صلوات کن علیه علا آبائه. نمیخونی؟ فی حاسگه بخون و توبه کنا. به به وقائدن جانم
جانم. چهارده مرتبه یا ابن الحسن. همینطوری نگی یا به به صداتونو میشنوه آقا، تو دلتو داره میبینه آقا، میدونه برای چی داری صداش میزنی. نوای آشتی کن فرق میکنه، این تون صدا باید عوض بشه. ملتمسانه بگو. یا ابن الحسن همه دستا بیاد بالا. جانم چند سالم شب اول مجالسم دلا رو میبرم خرابه شام. هر کی با رقیه کار نداره باشه بره. نگاه به انگشتای کوچولوش نکنی، فقط کافیه درست در خونش گدایی کنی. یکی از آیونی که اهل دل قشنگ میگفت تو یک کریمی رو در نظر بگیر، یه دختر 3 ساله دارم، وقتی میری در خونش رو میزنی دختر 3 سالش میاد در رو باز میکنه، تو اگه زرنگ باشی دامنش رو میگیری، میگی به این بابات بگو یه چیزی به ما بده. دختره رو میندازی جلو. خانم کوچولو تو سفارش ما رو به بابات کن، امشبم بگو رقیه به بابات بگو یه چیزی به ما بده. آیا صدا زد عمم کی دیدی من برا قضا گریه کنم؟ یا بلند بلند گریه میکنید یا روزه رو کوتاهش کنم. عمه جان من برا شکمم گریه نمی کنم، عمه من برا تشنگی گریه نمی کنم، عمه من دلم برا بابام حسین تنگ شده، من بابام حسین رو می خواهم. زینب فقط لباشو گاز می گرفت، دستاشو فشار میداد، خدایا حالا چه خبر میره؟ رقیه دختر حسین زرنگم، عمه‌شو خوب میشناسم، دید عمه به سرپوش داره خیره خیره نگاه میکنه. وقتی سرپوشو کنار زد، بابا چرا پیشانید شگرد بابا؟ یا زهرا یا زهرا، من سوال سومو به صراحت نمیگم، با کنایه میگم ببینم چه میگوری. یه دستی به لبای بابا
بابا چرا لبات کبود شده؟ بگو یا حسین تا دلت بشکنه، بگو یا حسین تا مهدی نگاهت کنه. بابا 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 کی چوب به لبات زده؟ بابا چرا دندونه تو شکسته؟ امام رضا منو ببر. بابا چرا محسنت خاکستری شده؟ بابا مگه تنور خاکسترت گذاشته؟ ای وای ای وای، یه جمله گفت و کارو تمام کرد. گفت بابا بابا بذار منم از خودم بگم، بدونی من از خالای مغیلان نمیگم، تازیانه ها نمیگم. جان زهرا تحویل بگیرید این روزه رو. بابا از سیلیا نمیگم، بابا بدنم کبود شده نمیگم. به 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 به، بابا از این که دست عدو بزرگتر از صورتم بود نمیگم، بابا گوش پاره نمیگم. بابا از این که امونم نداد گوشوارم و در بیارم خودم بهش تحویل بدم نمیگم. بابا از این که موهامو گرفتن دارو خاکا کشوندن نمیگم. بابا فقط یه چیز میگم، سیدا کجا نشستن امشب؟ بابا فقط از یه چیز میگم، اونی که بیشتر از همه کتک خور امم و زینب بود. بابا ای وای ای وای، بابا اگه زینب و امم نبود ما بچه ها زنده به شام نمیرسیدیم. سه مرتبه یا حسین.